دوستان عزیز، آقای امینی، اون دوربر چایی خیلی شلوغه هست. آیه بند حدود 12 نفر اسم نوشتن. بعد 12 بله صدا نمیاد. دوازده نفر اسم نوشتن. طبق معمول هست 3 نفری صحبت میکنن، 3 دقیقه به هر نفر. بعد من در حدود 4 دقیقه با آقای امینی صحبت وقت میدم که بتونه به هر 3 نفر پاسخ بده. در این حال کسانی که میخوان اینجا میان صحبت بکنن یا سوالی دارن، اگر نمیخوان که در تلویزیون ایران ما به اصطلاح تصویرشون نمودار بشه، لطف کنید بگن و تا اینکه بتونیم به اصطلاح جدید نگیریم. بعد آقای برقی بفرمایید. سپاس. بعد از این صحبت جامع و کامل مشکل انسان چیزی بهش اضافه کنه. اعلام کنی سکوت کنن. عرض کردم بعد از این صحبت جامع و کامل که همه جا من وصفش رو شنیدم، تو اروپا هم توی حجاب تعریفش من بسیار شنیدم، مشکل با من چیزی اضافه کردن، به خصوص با زبان شیرینی که کار میبرید و ادبیات خوب. ولی چند من میخوام یک نکته اضافه کنم، چون من هم این درگیری ذهنی رو داشتم و چون بیشتر کارم روی مناطق به حساب قوم ها بوده، با اینها برخورد میکنم. من به دو گروه برخوردم. یک گروه چندان مطرح نیستن، روی خیالات حق میزنن. مثلا ما در همین کانادا داشتیم بودن سخنران کردن راجع به فدرالیسم، اصلا ایران نمیدونن کجا هست و تنها صحبتی که میکنن راجع به آمریکاست و سوئیس و هیچ ارتباطی جامعه نداره. یکیشون هم یه فیلسوف دینیه که سر اخلاق صحبت کرده و بعد گفته همچنین که زن میتونن شوهر جدا بشه اگه خوشش نیاد، مثلا میتونه یه منطق ایران جدا بشه. بعد دیگه خب مثلا اگه منطقی خودستان خود جدا بشه چی بهش میاد؟ خود جدا بشه گفتن خود جریان نفت چه به اتفاق میفته؟ خب میگیم که نفت مثلا 20% 50% شو به ما بدیم. میگیم حالا اگه اینو گفتم و نمیخوام تولید کنیم چه اتفاق میفته؟ و حال این بحثای پرت رو بذاریم کنار که هست. یه بخشای سیاسیه که من بیشتر اون نظرم هست که جدیتره. از اینجا هم داشتیم کسانی که از کمولر و جز فعالین کمولر هستن. من سوال میکردم که به من همین حرف شما بذاریم. من قبول دارم شما رو. حالا بگید خط فدرال کجاست؟ کردستان کجاست؟ خب میگم یکیش مهاباد، یکیش کرمانشاه، یکیش آذربایجان غربی، یکیش ایران. میگم خب مهاباد سر جاش. وجه اشتراک زبان کردی است. ببین کرمانشاه و به صد مهاباد درگیری بعد انقلاب بود، برای اینکه یه هویت زبان مشترکی و یه مذهبه. مذهب دعوا ایجاد می‌کرد. بعد آذربایجان غربی میخواد چیکار کنه؟ پیش ترکه. با ترکا میگه اونا آزاد میشن. میگه خب اینجا شعبان دست دوم که. بعد ایلان که اصلا خودشون میگه ما لکیم که اصلا جز مجموع شما نیستن. این تازه منجه منصدی میشه. بلوچستان که میدان بیشتر کار من هست، بلوچستان میشه استان سیستان و بلوچستان. به طور تاریخی سیستان رو یه جور دیگه میدونم، بلوچستان یه جور دیگه. در حالی که در شهر سیستان از دابور که بیان بیرون یا خود پیلاق دابور این نارویی هم اونجاست، بلوچان. و طبیعتا این دو تا رو کجا میخوان جدا بکنیم؟ صحبت چون یک از در بلوچستان ببخشید نمیسن. بعد از انقلاب اومدن در بلوچستان این دیگه فرماندارا و شهردارا و قدردارا که حالا این دفعه بلوچ گذاشتن. برای چه دادشون بلنده؟ میگم آقا در چی داد اومده؟ میگه بلوچه شیعه بزمان اومدن تو قضیه، یعنی دعوای شیعه و سنی اونجا هست. آخرین صحبت هم ازم ببخشید ای سه دقیقه خوزستان که یه موقع یه مال عرب. خوزستان چندین هزار ساله قشلاق عشایر لوره
و به بهانه دسپول و درزاگی افا چی گفته که عرب ها مال خوزستانه؟ 4000 سال 5000 سال اونا میرن اونجا و من زمین اونجا این خطکشی به چه شکل؟ به هر حال خواستم بگم اینا که فدرالیست صحبت میکنن اصلا مثل که به زمین کار ندارن، فقط تو آسمون هست دارن. ممنون آقای سلیمانی نژاد، بعدم آقای دکتر تبریزی. ببخشید آقا شما مشکل ندارید این چرا؟ خب پس خواستم یه مقدار راجع به تاریخچه این تقسیم بندی ها استانی اگه میشه اینو برامون توضیح بدیم که چگونگی راجع به چگونگی شده. که خواستم توی زمین شناسی پدیده ای هست که موقعی که میگن که موقعی که قاره ها از هم دیگه جدا شدن، این قاره ها مثل قاره استرالیا و قاره آسیا، حیواناتی در آسیا هستن، حیواناتی در استرالیا هستن که تقریبا مثل همن، ولی از نظر اِوولوشن اینا تو دو جای مختلف ایوالو شدن. برنامه این که الان باش مواجه هستیم، کردان توی سه قسمت مختلف یا چهار قسمت مختلف تو تاریخ معاصر زندگی کردن زیر سه چهار تا حکومت مختلف با اتفاقاتی که برای هر کدومشون افتاد. و الان از نظر سیاسی یه مقدار اتفاقایی که مثلا برفرض توی عراق داره میفته یا توی ترکیه داره میفته فرق میکنه با اون اتفاقاتی که توی کشور ما میفته و به خاطر همین این میتونه یک قدرت محرکی باشه که کردای کشور ما رو به این واداره که خب شاید ما باید جدا بشیم از چنین حکومت مستکبر مرکزی. شما نظرتون راجع به این مسئله چیه؟ یا مثلا برفرض جمهوری آذربایجان الان جامعه خیلی سکولارتریه تا جامعه ما. شاید آذربایجانی‌های ما بگن که خب ما اگه جدا بشیم شاید بتونیم ما از این جامعه سکولار مثل جامعه آذربایجان استفاده کنیم. من خودم پدر و مادرم از 5 تا قوم مختلف تو ایران هستن، به خاطر همین خودم شخصا کاملا مخالف چنین تفکراتی هستم. ولی خواستم بگم ببینم که این روند سیاسی آیا چجوری میشه ازش جلوگیری کرد؟ چون سال 57 ما یه سری آیدیالایی داشتیم برای انقلابمون ولی یه چیز دیگه شد و الان ممکنه یه چنین اتفاقایی واقعا بیفته، واقعیت بشه برای جامعه ما. چگونه میشه با این واقعیت ها جلوی این واقعیت ها ایستاد؟ خیلی ممنون. سلام عرض میکنم، من چه حال تبریز هستم. وقتی شما صحبت ها می کردیم به یاد شعر شهریار افتادم که میگه که تو ای بی مادر نادانی چه هزیان و هدر گفتی، به رشگی کل ماهی خود به توسی کل خر بخت، قومی را بد شماردی اصفهانی را بتر گفتی، به جانبازان آذربایجانی ترک خر گفتی. ایام تهرانی ها انصاف میگه خطوری یا من به این افتاپیت بکنم. در این حال میخواستم بدونم که من آبجکتی به شما از خطرانی شما این مشکل رو میخواستین برخورد کنی یا مشکل دیگری دارین که مثلا ایران رو ایرانستان نگفتن، ارمنستان رو گفتن، ترکمنستان رو گفتن، بنام ایران و ایران گفتن. حالا اینا چی میگه چه کار کردن که ایرانستان نشده؟ من زمین که شما با چه چیزی برخورد کردی که به این موضوع داده میپردازین؟ آیا مشکلی در جامعه ما دیدی که میخواه اونو حل کنید و اگر میخواد حل کنید را هر نکسی هست؟ نکته خیلی کوتاه راجع به صحبتی که آقای بربه کردن کاملا درست است. زبان یکی از زمینهای هویت ملیه، ولی هویت ملی رو بر پایه زبان نمیشه درست کرد. به همین دلیل هم ما کشورهای ملی بسیاری داریم که زبانشون انگلیسی است و زبان و
واحدی دارن و یک کشور متفاوتی هستن. کشوری مثل موزامبیک داشتیم که زبان ادبیش پرتغالی بود، چون پرتغالی‌ها چیره بر اونجا بودن، ولی برای استقلال از پرتغال جنگید. زبان یکی از زمینه‌های هویت ملی است، ولی همه هویت ملی نیست. ما 3300 زبان زنده در دنیا داریم، ولی 200 و اندی عضو سازمان ملل. حالا 200 تا بشه 300 تا، ولی به 3000 تا نخواهد رسید. یعنی اگر شما بخواید وارد این کار بشین، هند رو باید تقسیم بکنید به نزدیک به 2300 تا کشور. تقسیم تاریخ تقسیم استانی و ایالت و ولایت برمیگرده به دوره قاجار اول. البته در گذشته هم ما داشتیم این تقسیم ها رو، ولی به طور رسمی در دوره قاجار هستش که در دوره، اگر اشتباه نکنم، سپهسالار تقسیم میکنن ایران رو به چند ایالت و چند ولایت و این ادامه پیدا میکنه و به همین دلیل در انقلاب مشروطه بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی مطرح میشه. در دوران پادشاهی رضا شاه تقسیم بندی های استانی برای اولین بار مطرح میشه. یعنی اول تو ارتش به وجود میاد، ایران رو به 5 منطقه تقسیم میکنن: مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب. بعد هم استانی تقسیم میکنن، ولی ارتش به همون ترتیب میمونه: لشکر جنوب، لشکر شمال، لشکر غرب و غیره. و این تقسیم بندی های استانی که در آغاز کار فکر کنم 11 تا بوده، به تدریج افزایش پیدا میکنه و به شمار امروز میرسه. طبیعی است که در خیلی از اینها میشه دست برد، یعنی میشه تقسیم ها رو برگردون درست کرد، ولی اینا بحث سیاسی نیست، اینا واقعا بحث حرفه‌ای است، بحث حرفه‌ای به دور از دعوای سیاسی. و اونم به این نکته برمیخوره که در پروژه توسعه اقتصادی اجتماعی چه تقسیم بندی های مناسب اصولا، آیا باید آذربایجان به دو بخش تقسیم بشه نشه، اینا چیزایی است که به هر حال حوزه کارشناسان است. در همین ایالت در آمریکا، در کالیفرنیا مورد بحث بود که کالیفرنیا رو به 30 ایالت تقسیم کنند و خب کسی جدی نگرفت. در کل در خراسان کردن بود. در مورد پخش شدن کردها کاملا نکتتون درست هست، یعنی اصلا اون زمان این تقسیم بندی ها بر اساس این نبوده که مثلا دولت ایران و عثمانی نشستن گفتن بیان کردستان رو تقسیم کنیم. مثلا اون واحد اداری دولتی به نام کردستان نبوده، دسته های اینی کرد بودند، بیشتر اونها اهل سنت بودند، اصلا بیشتر ایرانیان اهل سنت بودند. وقتی شاه اسماعیل اعلام مذهب شیعه کرد و نزدیک به 20,000 از اهالی تبریز رو کشت و به طرف کردستان حرکت کرد، به برخی از ایرهای کرد، اهل سنت کرد تبار، در واقع به دلیل اینکه وفاداریشون به آیین مذهبیشون خیلی محکمتر بود از وفاداریشون به این امپراتوری جدید و تأسیس یا این پادشاهی جدید، اعلام وفاداری به پادشاه عثمانی کردن. و بعد از جنگ چهالدوران در واقع بخشی از کردستان، بخشی از سرزمین‌های کردنشین بهتر بگم، زیر سلطه عثمانی قرار گرفت، برخی با دولت ایران بود و دست به دست می‌شد. اولین، من خیلی جالب خدمتتون بگم، اولین کتاب تاریخ کردستان رو یک کرد پژوهشگر اون زمان نوشته، زمان صفوی، به نام شرف‌الدین بدلیسی، و این کتاب معروف هست به تاریخ کردستان، تاریخ بدلیسی. این کتاب رو به فارسی نوشته و تقدیم کرده به پادشاه عثمانی. این کتاب به فارسی نوشته چون زبان، یک کتابی داره بعد در 4 جلد از بابا مردوخ، یکی از شخصیت‌های برجسته کردستان، ادبی کردستان، در مورد نخبگان کرد 4 جلد هست. و شما این کتاب رو که نگاه می‌کنید، اگر رده‌بندی کنید، من کردم، نزدیک به از مجموع کسانی که اون کرد می‌شمارن، البته خیلی دارن کرد می‌شماره که معلوم نیست بوده باشن، بله، از میان نوشته‌های اونها، شاعران، نخبگان کردستان، تنها 7% نوشتارهاشون به کردی بوده، فقط به کردی، بقیه فارسی و عربی و کردی با هم آمیخته است. برای اینکه زبان دینی ایران، زبان دینی اسلامی عربی بوده، زبان ادبی هم فارسی بوده، بعد به فارسی شعر میگفتن تا مورد شناخت و پذیرش دیگران قرار بگیره، برخی هم به کردی میگفتن و اینها با اجبار همراه نبوده، به طور طبیعی شکل می گرفته. اینکه حتی در دستگاه
من این رو فقط به عنوان نکته کناری بگم، بعد 30 ثانیه. وقتی که سپاه شاه سلطان سلیم به نزدیکی های تبریز میرسه، سه نامه می‌نویسه به اکابر و عوازم تبریز. این سه نامه به فارسیه. سلطان شاه اسماعیل صفوی به ترکی جواب میده، به یعنی پادشاه عثمانی به فارسی می‌نویسه، پادشاه ایران به ترکی جواب میده. یه دفتر شعر داره سلطان سلیم، این دفتر شعر به فارسیه، این شعر به فارسی میگفته. یه دفتر شعر داره شاه اسماعیل، دو سه تا شعر فارسی فقط توش هست، بقیه شعرها به ترکیه. یعنی این چیزی که امروز داریم ما تاریخ میسازیم با واقعیات تاریخ نمیخوره. سلطان محمد فاتح گیرنده قسطنطنیه، اون که از رضا شاه نمیترسیده، مثلا رضا شاه موقع نبوده، 400 خوبه سال پیش، وقتی قسطنطنیه رو فتح میکنه، نامه فتح قسطنطنیه رو به مصطفی پسرش در قونیه به فارسی نوشته، چون زبان ادبی دربار عثمانی بوده، نه به اینکه زبان بهتری هست یا فرادست هست، هیچ زبان رایجی بوده. شما امروز هم که بروید در استانبول، ساختمان های اونجایی که نگاه میکنید، خیلی به فارسی نوشته شده و به طور طبیعی برای زبانی بوده که رایج بوده. فقط این نکته رو بگم در مورد اینکه اگر کردها بخوان از ایران آواز جدا بشن یا آذری ها بخوان بشن، به نظر من جدا از بحث هایی که امروز کردیم، پرسش اصلی در مقابل همه شهروندان ایران، حتی اونهایی که خیلی بهشون ستم میشه دیگه و خیلی حتی دور هستن از اقتصاد سیاست کلان، به نظر من بلوچ‌ها از همه دورترن از اقتصاد سیاست کلان ایران، پرسش این است که در کدام مکانیزم تحول، در چه بستری بهتر میتوانند به این واپسماندگی ها پاسخ بدن. اگه برن یه دولت فقیر بلوچستان درست کنن، راه بهتری هست، یا که در چارچوب این تحول دموکراسی خواهی در ایران میتوانند به این برسن. اینا بحثایی است که در یک فضای سالم شهرمندانه میتوان به اون پرداخت، نه در جنجال قومی. آیا عباس عرض شد که بعضی از سینیور سیتیزن ها، یعنی کسان که سنی ازشون بالا رفته، فشار خونشون هم پایین باشه، اگه بلند شد یه سرش شروع میکنه گیج رفتن. این مسئله قدیمی بودن انگار یه مقداری خصوصیت هم در خودش داره. به هر حال ترتیب شما راجع به خطرهای موضوعی قضیه صحبت هایی کردید، من یاد آسیاب افتادم. آسیاب یک دونه چاه خیلی گنده بود که تو آب مینداختن توش، این میچرخید و اونایی که شناشون هم حتی خوب بود، وقتی میدیدن یه مقداری لرزه به دلشون میفتاد، ولی بعضی ها میپریدن توش و پادشاخه میزدن و همینجوری هم میچرخید و اینایی چطورشون نمیشون. یعنی هر موضوعیتی خطرات خودش رو داره، ولی اگر فردایی وجود داشته باشه میتونم بگم ما میرسیم اونجایی که رشد فکری و توان سیاسی و میشه گفت موضوعیتی که جلوی روی جامعه قرار خواهد گرفت، یک چالش بسیار بزرگی خواهد بود برای اون جامعه که بتونه بهش بررسی کنه. مثلا در مورد آمریکا و فدرالیسم میتونم برگردم بگم که اگر موضوعیت دموکراسی و آزادی اینجور چیزا بود، واقعا توپ و تانک، یعنی توپ صحبت اول و آخر رو شروع کرد و زد و هیچ مملکتی دیگه هم تو دنیا سر یه موضوعی که الکی مطرح شد به اسم برده داره، این همون آدم نکشتن اینجا، که اینجا کشتن اتفاقا. پس بنابراین از همین الان باید به این فکر بود که اگر روزی موضوعیت قضیه این زمینه رو فراهم بکنه که دیگران بخوان صحبت کنن، ملیت ها و اقوام دیگه بخوان صحبت کنن، آیا از ابتدای امر باید زرد رو دستشون گفت نه، و یا اینکه برای این زمینه باید روش کرد واقعا؟ چون من اونجوری که میبینم خطرهای موجود ما رو به این میرسونه که باید بترسیم. یه نکته میخوام بگم و اونم مسئله قومه. ببینید اگر همونجوری پدر آقای رجب شاه گفتن ما دنبال این باشیم که به ما یاد داده بشه چجوری زندگی کنیم، همین اقوام مثلا تبریزی ها باقرخان و صدرخان رو دارن که برای موضوعیتی جان گذاشتن و برای چیزی ایستادن و بها دادن و برای اون بها دادن بعدها میتونستن نواده ها و بازماندگانشون اقامه وجود بکنن. توی این اقامه وجود
حداقل‌های لازم برای ادامه زندگی رو باید حتما جلوش وایسن. فکرشو بکنید تمام اقلیت‌های ایران موجودن، بهشون تجاوز نظامی میشه. خیال میکنید چه چیز مشترکی که تمام قوت اینو داشته باشه که ما به خاطر اون چه که از گذشتگانمون به ما برسیده بخوایم یه خامه وجود کنیم و دفاع کنیم، چی میتونه باشه؟ بازم میتونم برگردم بگم اگر به اقوام به عنوان موضوعیت هایی که جنبه منفی دارن نگاه میکنید، جنبه مثبت شو یادتون نره. آقای کیا؟ بعدم آقای طالبی. جواب نه، هستن از سه نفر، میخوایم هر شیش نفر کنیم که بیشتر وقت بعد صبح شما رو صحبت بکنیم. بله بله، ایشون بعدا صحبت کنیم که بیشتر صحبت. دکتر ناظر و من به اضافه دیگران چند نفر دیگه عضو کمیته سخنرانی هستیم. بعد از هر سخنرانی به هم میرسیم و نیت میزنیم که ای بابا خوب بود، نبود. دفعه گذشته دکتر ناظر به من مژده داد که سخنرانی امشب خوب خواهد بود و این بار رو برد بالا در حد انتظار من. میخوام بگم که از این بیشتر باید این بار رو میبردی، برای اینکه واقعا من خیلی استفاده کردم از گفته شما. و اما سوالم، شما صحبت قومیت یه مقدار آزادی دادید من جمله تدریس زبان، من جمله انتخاب گردانندگان این اقوام، استاندار، شهردار، فرماندار. حالا فرض کنید دو تا شهر کوچک در کردستان، یکی گلروس و یکی بیجار، اینها باز به دلیل دموکراسی شهردار انتخاب میکنه. این شهردار مسلماً کرد خواهد بود، اما در همین جوامع هم غیر کرد وجود داره. ممکنه این شهردار که انتخاب شده توانایی اداره شهر یعنی مدیریتش کمتر از اون یکی که کرد نیست هست، اما کرده انتخاب شده، دموکراسیه. حالا اینجا در واقع تنازع مقابله مدرنیته و قومیته، اینه چجوری حلش میکنه. مسئله دیگه اون چیزی که در کردستان عراق الان در حال جریانه، در حقیقت برای کسانی که ادعای آزادی به خاطر قومیت هست یک گرفتاری شده، یعنی دولت اربیل به مراتب قدرتش از بغداد بیشتره، منابع خیلی زیادتر از اون چه که در استحقاقش هست. وقتی میخوایم در سطح کشور عراق بحث بکنیم بیشتر نصیبه شده. و باز همینجا اون منابع رو شما چجوری تقسیم میکنین که از لحاظ به اسلام مدرنیته باید در مبنای یک ضوابطی باشه اما قومیت یه چیز دیگه میخواد. متشکرم. آقای طالبی، بعدم آقای الیاس. من یادم بیارم شما اجازه بدید مقدار بیشتر شما سوال بکنم. خیلی سوال از ایشون هستش، اجازه بدید سوال بیشتر بکنم. آخه یادم اون بره سوال بعد از آقای ممنون. من در جریان کارهای شما هستم و خیلی هم استفاده کردم و پشیمونم نیستم که دو ساعت رانندگی کردم اومدم که از نظرتون استفاده کنم. ببینید، ما در بین دو مقوله تمامیت ارضی و حقوق خلق‌های اقوام به نظر میرسه که یک مقدار اینها رو متناظر یا منافی همدیگه میبینیم. به خاطر همین که میگیم یا این یا اون و این دوتا رو روبروی هم میذاریم، میگیم تمامیت ارضی معنیش اینه که حقوق ملیت‌ها به رسمیت شناخته نشه، یا این که اگر میگیم حقوق ملیت‌ها یا اقوام یا گروه‌های قومی معنیش اینه که ما به دموکراسی دولتی کم بها میدیم. من فکر میکنم اینطور نیست. این هر دو دو سر یا دو صورت یک سکه است.
یعنی شما نمیتونید یک دولت مرکزی دموکرات داشته باشید ولی گروه های قومی شما روی زبان فقط تکیه کردید که من معتقدم فقط زبان نیست، اون هویت قومی گروه ها و تاریخ مشترک و دردهای مشترک و اون که افراد خودشون را چطور میبینن، یک کرد، یک قشقایی، یک بختیاری، یک لور خودش را چطوری تعریف میکنه. این خیلی مهمه تا اینکه فقط زبان باشه یا اینکه من میخوام استاندار خودم را خودم انتخاب کنم. من فکر میکنم که این دوتا همدیگه را تقویت میکنن، رابطه علت و معلولی ندارن. نمیگیم که چون جامعه دموکرات هست پس حتما حقوق گروه های قومی هم به رسمیت شناخته میشه، اینطور نیست. ما خیلی وقتا میبینیم که حکومت مرکزی خیلی هم قادره، خیلی هم ممکنه دموکرات باشه ولی در عوض راهی را که برای گروه های قومی به کار میبره یا مارجینالیزیشن، یعنی تو حاشیه نگه داشتن اون پشته، یا اینکه اسیمیلیشن، یعنی بیا حل بشو مثل من بشو، مثل من لباس پوش، لباس من بپوش، غذای من بخور، که در جریان رضا شاه حداقل با قوم من یا طایفه من یا ایل من که قشقایی هست دیدیم که اینطور برخورد کرد. هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه برخوردشون برخورد حل شدن این قوم در جامعه بزرگ ایران بود، یا اینکه از بین بردن این قوم. من فکر می‌کنم نه، راه سومی که وجود داره، ما در قرن 21 زندگی می‌کنیم، اینتگریشنه، یعنی این قوم‌ها بتونن با حفظ زبان و گروهی خودشون بتونن بخشی از جامعه مدرن به اصطلاح امروزی باشن. درسته که حقوق بشر تکیه میکنه رو حقوق افراد، تک تک افراد، ولی این کافی نیست. من به عنوان یک شهروند دارای یک حقوق مساوی هستم با یک تهرانی و با یک کرد، ولی این کافی نیست. من یک حقوق گروهی دیگه دارم که سازمان ملل به این حقوق گروهی حقوق قومی اصلا توجه نکرده و جای خالی این به اصطلاح بس در به اصطلاح بیانیه حقوق بشر از سازمان ملل وجود داره. صحبتتون من فکر میکنم که بهتره که یه طور دیگه نگاه بکنیم، یعنی از اکستریم بیاییم بیرون و مردم را نترسونیم، اجازه بدید که بحث بشه. خیلی ممنون. ببینید من از همین نکته آخر آغاز میکنم، برای اینکه فکر کنم این گلوگاه گفتگوی امروز جامعه ماست، یعنی از اون حوزه های افراطی قومگرایی که بیایم بیرون برسیم به یه بحث منطقی در جامعه. این نکته که ایشون مطرح میکنن بسیار حساس است. در همه جوامع، به ویژه جوامعی مثل ایران که یک دست نیست و سرزمینی بوده که مهاجرت درش زیاد بوده و تبدیل شده به یک فرش هزار رنگی با یک پود واحد و تنوع درش هست، تنوع گسترده فرهنگی. شما در همون منطقه نزدیک قشقایی خب ایلات خمسه فارس رو دارید، این ایلات خمسه فارس یکیش عربه و در داخل این خمسه عرب فارس یک گروه هستش که اونها خودشون رو عرب نمیدونن، با بختیاری ها بیشتر نزدیک میدونن. تنوع خیلی زیاد هست در این تنوع دینی. ما نزدیک به بین 900 تا 1200 تیره و تبار اینی در ایران داریم و اینا هر کدوم برخی فرهنگ مشترک دارن، آداب مشترک دارن، برخی از هم حتی در داخل یک گروه بختیاری حتی متفاوتن. در داخل خود قشقایی شما آشنا هستید، تفاوت‌هایی وجود داره در درون خود اونها، همین ها هست در تاریخ ایران. ما طبیعی است که نمیتونیم بیاییم و از بالا دستور بدیم که همه یک شکل بشن، یک شکل هم نخواهیم شد و من کاملا با این آمیزش داوطلبانه موافق هستم. ولی آیا میتوانند این دسته های ایدی یا قومی وقتی که شما از هویت فرهنگیشون صحبت میکنید این هویت رو ببرید تا سطح هویت سیاسی، یعنی حقوق سیاسی؟ نه، این بحث اصلی اینجاست. چرا؟ چون موضوع سیاست فرمان روایی و اداره جامعه است. موضوع سیاست ایجاد حزب نیست. حزب هم ایجاد میشه برای بره دولت درست کنه. اگر شما بگویید که گروه قومی یا ایلی یا بختیاری مثلا یا قشقایی اینها دارای حقوق سیاسی ویژه هستند به دلیل، شما نمیگم دارم بحث رو میکنم،
به دلیل اینکه دارای هویت مستقلی هستند، یعنی اینها می توانند بروند تا حد ایجاد کشور. ظهور سیاسی یعنی دیگه جلوش نمیشه گرفت. تمام بحث جدا شدن از زیر سلطه استعماری بوده. اگر ایران با کشوری بود که مردمی در این زندگی میکردن که اینها مستعمره شده بودند، به اسارت آمده بودند و گیر کرده بودند در این زندان ایران، این بحث منطقی بود. گفتم ما میخوایم بریم و جدا شیم. ما جز یک مورد و اون هم ارمنیان جلفا گروه دیگه نداریم که با زور از بیرون آورده باشنش ایران. شاید هم مثلا گروه های از در دوران خیلی گذشته کسانی از گرجی ها زنها را بارد کردن، زنهای گرجی را آوردن، اونها بحث جداییست. ولی به عنوان گروه ملی زبانی ما فقط ارمنیان رو داریم که آوردن نشوندن تو اصفهان. بقیه داوطلبانه و با زور خودشون آمدند، یعنی آمدن و اونجا ماندن و آمیزش پیدا شده. این آمیزش ها، این که در این آمیزش ها به سود کدوم گروه زبانی و فرهنگی جامعه وارد انتگراسیون بشه دیگه دست من و شما نیست. اینها رو ضرورت های تاریخی، اقتصادی، زبانی و غیره تعیین می‌کنه. زبان فارسی وقتی برگزیده شد از میان تمام این زبان ها در فلات ایران تواناترین زبان این فلات نبوده. زبان کردی از بسیاری جهات مانند زبان فارسی توانایی داره، ولی چون نتوانسته به زبان دیوان سالاری تبدیل بشه، شماره کتابش کمه، دامنه ادبیاتش محدودتره و این ربطی به این نداره که کی از کی جلوتره. اینا واقعیات تاریخی است و شما نمیتوانید با یک مجموعه محدودی ملت بسازید. احتیاج به یک مجموعه گسترده تری دارید از دانش و تاریخ و فرهنگ و زبان و هویت ها تا بتوانید این روابط رو به سطح ملت ساختن به برحال ارتقا بدیم. بنابراین در داخل ایران من فکر کنم ما باید به رسمیت بشناسیم تنوع و بپذیریم که مردم در صورت‌های مختلف همین فرش هزار رنگ ظاهر میشن، ولی تا مرز حوض سیاسی. این از این جلوتر شما نمیتوانید وارد حوزه سیاست بشوید و بگید که مثلا بختیاری ها باید در درون منطقه بخشی از شمال خوزستان، بخشی از سرزمین دیگر اصفهان و پارس و غیره، اینها باید یه واحد سیاسی درست کنند. این نه واقعی است، نه اصلا در هیچ کجای جهان به این شکل عمل شده. بنابراین من با اون نوع بحثایی که وجود داره که یا وجود داشته که همه مانند یک گروه بشن مخالفم، ولی به طور طبیعی است که بالاخره در یه جامعه مانند ایالات متحده آمریکا وقتی زبان انگلیسی رو پذیرفتند و این زبان زبان چیره شد، حالا اسپانیایی ها هر چقدر بگن آقا زبان ما قشنگتر از زبان انگلیسیه، ولی وقتی از مکزیک ادهی با زبان اسپانیایی مهاجرت میکنن، کوچ میکنن میان آمریکا، اگه میخوان وارد اقتصاد سیاست کلان آمریکا بشن باید زبان یاد بگیرن، وگرنه توی مزرعه باقی میماند، کارهای پست انجام میدن. در ترکیه، ببخشید در آلمان، ترکای مهاجر نزدیک به 4-5 میلیون نفر هستن. فرزندان و نسل دوم و سوم اینها که دیگه آلمانی میشن، اینها میتوانند وارد اقتصاد سیاست کلان این کشور بشن و برای این کار باید آلمانی یاد بگیرن و طبیعی است که تبدیل میشن به ترک تباران آلمان. گرفتاری در این نیست اصلا. مثل خود ما ایرانی ها، نسل دوم ما، نسل سوم ما میره ازدواج میکنه با آدم های از سرزمین هایی که درش هست، آمیزه صورت میگیره، یه موقعی میگه آره پدر بزرگ من مال کرج بود. خب جالبم هست، ولی اصولا این تصور که باید این اصالت ها رو حفظ کرد خوبه برای بحث های فرهنگی، ولی چیز حتماً با ارزشی درش نیست. باید چشم. بنابراین من اصلا بحثم این نیست که چون تمامیت ارضی در ایران وجود داره هیچ نوع تنوعی در ایران وجود نباید داشته باشه. من برعکس بکنم تنوع ایران یک نقطه قوت ایرانه و ایران رو خیلی شبیه میکنه به آمریکا. اتفاقا مشکل چی آخه؟ اجازه بدارم تعویضی؟ مشکل این است که... چشم. نه. مشکل نکته که دوست گرامی من گفتم به درستی مطرح کرده که این بحث از کجا آغاز شده؟ این بحث این دوره جدیدش
این دوره جدید همزمان با برنامه ریزی نوکانها برای رفتن به عراق شروع شد. این بس بر پایه یک منفعت سیاسی شروع شد. معناش این نیستش که این دردها در جامعه وجود نداشته. این دردها وجود داشته. این دردها رو همونجور که در دوران فرقه ازش شوروی بهره برداری کرد و ضرر زد حتی به مردم آذربایجان، در این دوره هم ازش بهره برداری شد و گروه‌های رو درست کردن. اومدن یک کنگره ملل فدرال درست کردن که نماینده‌ای داره. مثلا همین بختیاری که فرمودی، طرف اومده به عنوان حزب ملت بختیاری و غیره به عنوان حزب یه نفره. اونجا نماینده تمام مردم بختیاری، نماینده مردم بلوچستان، خب اینا شدن 6 تا گروه شدن و دعوا با هم دارن. اینها در واقع فکر میکردن بوی کبابه ولی خرد آب میکردن. و این گرفتاری برای بحثه، یعنی این بحث از بیرون وارد جامعه ما شده و از این من بحث، از این منظر هستش که من با بسیاری از پروژه های برای رفع تبعیض موافقت و با تبعیض مثبت موافقت. یعنی فکر کنم مثلا در جایی مانند بلوچستان، برای اینکه شما مردم بلوچستان شمارشون در دانشگاه زاهدان بیشتر بشه، باید تبعیض مثبت کنید. حتی در آمریکا کردن، یعنی بگید حتما باید سهمیه بدید که از اینا بیشتر بیاد. اینا کارهای مثبتی است برای برابری در جامعه، ولی اینها ربطی نداره به این بحث قوم‌گرایی. آقای الیاس ما که میرسه دیکتاتوری ایشون که شما با عرض ادب، بنده از دیار آذربایجان ترک زبان هستم. میخوام که صحبت های آقای محمد امینی را بنده نقد کردم و منتقدم. از اقوام آریایی صحبت کرده که بعداً اقوام اوغوز یا غوز ها به ایران کوچ کردن. قبل از اینکه قوم اوغوز به ایران کنونی بیاد، تمدن‌های سومر، ایلام، گوتی، لولوبی، هوری، اورارتو، هونها و خزرها، گاراختایها و گاراخانیها بودند. دوم اینکه چیز از پیروزی مشروطیت صحبت کردن، درسته. مشروطیت در تبریز در مقابل استبداد روس به پیروزی رسید، اما شکستش وقتی که حیله و نیرنگ تهران که آقای دکتر تبریزی هم اشاره کردن، اما شیخ فضل الله نوری شما بودید که گفت این مشروطیت به درد نمیخورد چون مشروعیت هست. بعدا 1917 بعدا به کشته شدن باقرخان و صدرخان شد. بعدا قیام 1917 قیام شیخ محمد خیابانی شد. چطور که میخواست ایران را از رهایی تکحزبی و سانترالیزم نجات بدهد و ایران را به صورت فدرال اداره شود، حتی نمیتوان به این شخصیت تهمتی زد. حتی انور پاشا گفت شما هم ترک هستید، ما هم ترک هستیم، بیایید یه آذربایجان بزرگ را تشکیل دهیم. قبولی نکردن. بعد از اینکه مخبر سلطنت وارد تبریز شد، چطور منظر به قتل شیخ محمد خیابانی شد؟ باید اینو آگاه بشد، برای شما آگاهی بدم. برمیگردیم به 1945، انقلاب صنعتی و تقسیم اراضی فرهنگ آذربایجان به دست آقای پیشوری، که شما اینو خائن و تضییع طلب حساب میکنید. همان پیشوری که بود نماینده تبریز شد، که بعداً رد صلاحیت شد، بعداً دید که آذربایجان را دولت مرکزی به صورت برده و به صورت چه بگم شهروند دوم حساب میکنند. بعداً حتی به تضییع کشور دست نزد و آذربایجان را به صورت خودمختاری میخواد اداره کند، که همان دولت مرکزی بود که نمیخواست که همیشه مثلا آماده جنگ بودن. حتی پیشوری میگه که من به ایران هشدار میدم، دولت مرکزی، که ایران قبول نمیکنه که از سلطه استثمار انگلیس در بیاد. اگر ایران استثمار انگلیس را قبول کند، من آذربایجان را به صورت یک کشور ایرلند قبول میکنم.
بعدم برمیگردیم 1978 انقلاب 1357 چه بود؟ چطور چه گفتید که ایران زندان ملل نیست؟ من با جسارت میگم که ایران زندان ملل بود، چون فاکتورهای سنتایی هستن. بنده میتونم زبانهای خاورمیانه را 6 تا زبان مسلط هستم، تاریخ ترکان و تاریخ تاجیکا، تاریخ فارسا را به صورت خوب بلد هستم و زبان ترکی استانبولی و عثمانی را، چون به خاطر اینکه بنده 20 سال فقط ژورنالیست بودم با این عقیدم، 5 سال هم تو زندان رژیم جمهوری اسلامی موندم. بعدا اگه بگیم که در جنگ جهانی دوم چرا مثلا زندان ملل نشد، این کتاب سوزی که در تبریز بود در مقابل ارج، چرا کتاب های ترکی را آتش زدن؟ بعدا چرا در سال 1357 حرکت خلق مسلمان چرا قتل هایی انجامی و چرا حرکت فرهنگی صمد بهرنگی که منظر به قتل اون شد؟ بعدا همان شخصیت هایی که الان من اسمشو میبرم، از رضا شاه شروع میشه، اردشیر جی، پرویز برزابند، بنیاد محمود افشار، کاوه بیات، الان که همان هستن که افکار شوونیسمی پان ایرانیسمی را به صورت با یک لباس دیگه مخفی می‌داره، حداد عادل هست، اینها چرا با جسارت میگن که این ترکا قوم مغول اومده برای اینها تهاجم کرده، برای اینها تجاوز کرده، اینها ترکای کنونی شده؟ چون ترکا الان تو ایران نزدیک به 30 میلیون نفر هستن، وگرنه چرا اگر اینها را شما میگید که مثلا خطر هستن به قومیت، اگر امروز حرکت ملی آذربایجان شروع شده است، باید آسیب شناسی کنیم که همان لفظه هایی که به کار میبردید که ترک خرا، این ترک هایی هستن که از قوم وحشی هستن که به ایران آمده است، حتی به صدا سیماتون که زمان طاغوت و بعدن زمان جمهوری اسلامی، حتی بله الان یک دقیقه من اینو چیز میکنم. خیلی خوب، مسئله اینه، ببین الان 90 سال شما صحبت میکنید، الان 9 دقیقه هم یک ترک صحبت بکنه چیزی نیست که 90 سال صحبت کردی، یک بودی هم قضاوت کردی. آقای عزیز، خواهش میکنم که صحبتتون رو همین الان تمام کنید، بنشینید، صدا میکنم بفرمایید بنشینید. خیلی خوب، ببین این حرکتش رو بزنید. خیلی ممنون آقای عزیز. خیلی ممنون و عزیز هستم. دوست بسیار بسیار پرحرارت هم، خیلی ممنون از ایشون. آقای دکتر، تمام دنیا داره تخت گاز به طرف یک پارچه شدن میره. وحدت زبان، یک پارچگی زبان. اروپا داره خطاشو ور میداره. ما دو مرتبه باز بیاییم خودمون خطکشی بکنیم، خودمون رو محدودت تر بکنیم، اینا که این من فکر میکنم هیچ وقت عملی نخواهد بود و به طرف یک پارچه شدن، به طرف یک دانه شدن، به طرف زبان فارسی هم بخواد، به طرف به اصطلاح وحدت کامل داره میره. من وارد جزئیات نمیشم، سخنرانی های مختلفی، صحبت های مختلفی در اینجا شد، فقط میخوام برای بیند این جلسه یک چیزی بگیم، یک دقیقه یک چیزی عرض بکنم. نادرشاه و توفال عثمان نزدیک های تبریز به هم رسیدن، دو تا لشکر مقابل هم وایستادن. توفال عثمان به فارسی می‌نویسه برای نادرشاه، یا اگر چو خواهی قشونم نظاره کنی، سحرگه نظر بر ستاره کنی، اگر آل عثمان حیاتم دهد، ز جنگ فرنگی نجاتم دهد، چنانت بکوبم به گرز گران، که یک سر روی تا به مازندران. بعد چیز میرزا مهدی استراوادی شب نادر میگه جواب بده، میگه چو صبح سعادت نمایان شود، ستاره ز پیشش گریزان شود، عقاب شکاری نترسد ز بوم، دو مرد خراسان دو صد مرد روم، اگر آل حیدر دهد رونقم، به قسطنطنیه زنم بیرم. آقای رضای ذاتی، قبل از هر چیز میتونم بگم با درود و سپاس از سخنرانی بسیار بسیار جامعتون و
و توامن. میتونم بگم چون بعد از مدت ها تقریبا میشه گفت اغلب یک ساعت سراپا گوش نشستم. این جنبه خوب بحثتون. و تو دنیای آکادمیک بحثی بسیار بسیار جامع ارائه بده. ولی توی به خصوص توی سوال جوابتون یه نکته رو مطرح کردید که من رو میخوام پابشتر کنم. مطرح کردید گرفتاری اینجاست. گفتید دست دیگه دست من و شما نیست. ضرورت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی حاکم. این سخن شما بود. جان کلامم همینجاست. همین ضرورت‌های اقتصادی، سیاسی جنگ جهانی اول رو برای تقسیم جهان ایجاد کرد و جنگ جهانی دوم رو برای تقسیم جهان ایجاد کرد. و امروز روز شاید جنگ جهانی سوم یا جنگ تقسیم جهان آغاز شده. ما می‌بینیم نمونه هاشو. دقیقا هم بسیار زیبا مطرح کردید که ایران یک پارچه باشه به این شکل بسیار زیبا و قشنگ و عاشقانه، شاعرانه و به نفع همه قوم‌های یا حالا مردم زبان‌های مختلف است. اما یه طرف قضیه که شما گفتید گرفتاری اینجاست، این جدایی سازی ها مدت هاست آغاز شده. یوگسلاوی که نمیخواست به اون صورت در بیاد. من چندین سال توی یوگسلاوی رفتم و اومدم موقعی که یک پارچه بود. یوگسلاوی رو شقه کردن، دیدیم این شقه شدن در عراق هم داره زمزمه هاش هست، حتی در لیبی، حتی میشه گفت این شقه شدن ها شما در اتیوپی، سومالی، سودان و به نوعی هندوستان، پاکستان، بنگلادش، اینا که خواسته های شاید بخش روشنفکری اون جامعه هم نباشه، اما به نظر من این جداسازی داره صورت میگیره. بحث من اینه که سوال من اینجاست، این مشکل وجود داره، پاسختون برای فرار از این شقه شدن ها چیست و برای این جدا شدن ها چه طرحی رو، چه اندیشه‌ای رو، چه باوری رو میباید بیشتر پربها داد به جای اینکه ما بخوایم بیشتر بگیم این خب این کار آکادمیسیان هاست یا کار بیشتر تئوریست که داره این بحث ها رو ارائه میده. واقعا اینطوری از زاویه من و شما خارج شده. همونطور که شما خودتون مطرح کردید اون چیزی که میبایست داره حرکت رو میبره جلو اون رو برام بذاره بشکن. مرسی. دوست عجمند فیدرام من حرارت شما رو می ستایم ولی یک کمی کم لطفی می کنید راجع به جنبه های تاریخیش. اولا من هیچ طرفدار آریایی بودن ایران نیستم، یعنی اصلا به نظر من ارزش و اهمیتی نداره که ایران آریایی باشه یا قاطی باشه. اصلا واقعیت این هستش که روز ثابت شده که تفاوت های نژادی تفاوت های ساختگی است. اشاره کردم به جنبه های تاریخی که وجود داشته، نمیخواستم زیاد راجع به گذشته صحبت کنم که نکات درستی رو مطرح. اما اینکه شما بیایید در یه بحثی با حرارت بگید که شما شیخ فضلای نوری داشتید اومد مشروطه ما رو گره، خب شما میرباشا به دوچی داشتید، آخه فقط تهران نبودی که، اونم بوده تو تبریز. اون میرباشا به دوچی بود که ستارخان رو پدرش رو در آورده بود، از تهران که نرفتم اونجا بود. بعدم در تاریخ ایران پنج بار تبریز وارد شد، در این پنج بار یک بار مردم بخت برگشته ناین و نطنز لشکر نکشیدن. روس ها بودند، عثمانی بوده و تیمور. و اینها واقعیت تاریخ ایران. یعنی اگر شما بخواید وارد این بحث ها بشید، 90 سال شما بودید، خب یکی میگه خب 900 سال هم شما بودید، 90 سال هنوز شما بدهکاری کردید، 810 سال بوده. اینا بحث کاری برای ما حل نمیده. آذربایجان ایران قلبه، قلب ایران، آذربایجان بخشی از تار و پود این جامعه است. شما نمیتونید این جامعه رو از ایران جدا بکنید. من جدا نمیکنم. من یه چیزی، شما گفتی که معیار برای ما زبان نیست. الان چرا 30 میلیون ترک نمیتونه که تو زبان خودش مثلا نوشتاری داشته باشه؟ گفتید که 4 تا روزنامه ترکی الان تو آذربایجان هست. من از ژورنالیستای اونجا بودم، همان کسی که بودم که به خاطر ترک نوشتن زندانی شما رو به خاطر ترک نوشتن زندانی نکردم، شما رو به خاطر دیدگاه سیاسی زندانی کردم. من از حقوق ملت آذربایجان نظر سیاسی نه بابا،
ببین آقای الیاس اینجا یه روابطی داره، شما بر اساس این روابط چیز به خودتون مثلا تربیت بکنید این جلسه. شما نه من تربیت شده هستم. اجازه بدید. خب من هم جواب میدم که قبول بکنید که نوبت ایشونه. از شما حرفای منو نگذاشتی که تکمیل بشه. شما سه دقیقه بیشتر وقت نداشتید آقای الیاس. ما به شما بیش از 6 دقیقه وقت دادیم. خیلی خوب. مثلا بفرمایید. به هر حال من فکر کنم نمیخوام وارد بحث تاریخی بشم با شما، اینکه بکنم بعضی از داده‌های تاریخیتون درست نیست، ولی مثلا اینکه گفته بشه کاوه بیات که اسمش بیاته، بیات یعنی از این اسم ترکی ترکمنتر نیست، این مثلا مظهر ناسیونالیسم فارساست، خب درست نیست، نظرشو میتونید به نقد بکشید بگید نادرسته، ولی این مظهر رفتار مثلا یه دیگه به نام فارسا نمیتونه باشه، یا مثلا دولت جمهوری اسلامی که یه زمانی میخواستن زبان فارسی رو زبان دوم بکنن، اینا مظهر ستم مثلا یه مردمی هستن به نام فارس، اینا واقعی نیست تو جامعه ما. و من میپذیرم که دردهایی وجود داره، میپذیرم که گرفتاری های تاریخی وجود داشته و هنوز هم هست، همین نکاتی که در فرهنگ ما هست، همین واژه بسیار مستحجن ترک خرک استفاده میکنید، این رو البته میدید دربار قاجار درست کرد، این رو مردم کاشان درست نکرد، تو دربار قاجار خاطرات چیز هست یاد نماشه یه لحظه یادم رفت، ولی دربار قاجار چون اینها 50 سال در تهران بودن، اون بدبخت مظفرالدین شاه 40 سال منتظر پادشاهی نشسته بود، هر بار که میومد به تهران با پیرامونیانشون این لحچه فارسیشون غلیظ‌تر بود، اینهایی که سالیان پیش آمده بودن خودشون هم ترکمان و قاجار بودن و اونها میگفتن تبریزی و ترکمان، یعنی دربار داخلی خودشون حرف بسیار بسیار زشتی هم هست، اینها به اصطلاح چیزهاییست که باید از بین بره، ولی شما در تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران ببیشه یک برگ کاغذ پیدا نمی‌کنید که ما تبعیض حقوقی قومی داشته باشیم، حقیقی داریم، تبعیض حقوقی، یعنی از نظر حقوقی بگویند که شما چون کرد هستی نمیتونی کار بگیری، ولی داریم سند در قانون اساسی جمهوری اسلامی که شما اگر اهل سنت هستید نمیتونی یه سری حقوق رو داشته باشید، اگر زن باشی یه سری حقوق نمیتونی داشته باشید، این است که من از شما و دیگر کسانی که گوشنده دموکراسی برای ایران هستید پرسش این است که کدام تبعیض امروز در ایران تبعیض چیره بر جامعه ماست، تبعیض حقوقی چیره بر جامعه ماست، تبعیض جنسیتی که در قانون منعکسه، تبعیض دینی که در قانون منعکسه، یا تبعیضهای حقیقی که در حوزه قانون منعکس نیست ولی تبعیض حقیقی است که باید رفع کرد. اگر ما چالش امروز ایران رو به این تبدیل کنیم، مانند یکی از گروه های جنبش آذربایجان، آزادی زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان آذربایجانی، این یعنی تبعیض. چرا به ویژه؟ اگر بیاییم و امروز ما بخواهیم بحث آذربایجان و کردستان و لرستان رو وارد جنبش زنان بکنیم، کمپین 1,000,000 امضا رو باید 6 شبه بکنیم. ما دیگه کمپین 1,000,000 امضا نداریم، کمپین 1,000,000 امضای زنان کرد داریم، زنان ترک بریم، جنبش دانشجویی رو باید به 6 شبه تقسیم کنیم، جنبش کارگری ایران رو که بسیاری از کوشندگان و کوششگرانش آذربایجانی هستن باید بپاچونیم. این بحثا زیان به جنبش دموکراسی خواهی واقعی ایران هم میزنه و فکر میکنید نمیزنه و اتفاقا کمک میکنه به اینکه حکومت بیاد بگه اگه من نباشم ایران میپاچه. پرچم وحدت ملی ایران رو که باید مخالفان حکومت بگیرن به دست حکومت ندید. تمامیت ارضی یک شعار نیست. این پرچم وحدت ملی ایران باید در دست مخالفان حکومت باشه، نه در دست حکومت. نباید حکومت بیاد بگه که اگه ما نباشیم کشور میپاچه. حرفی که دارن میزنن. نکته‌ای که در اینجا مطرح شد، ببینید من گفتم در فرایند آمیزش‌ها در میان این مردمی که در یک سرزمین خاکی زندگی می‌کنند، چگونگی آمیزش از دست من و شما خارج می شود. تحول اجتماعی است. معتقد نیستم که ما نقش در ماندگاری ایران نداریم. من فکر کنم 100% نقش داریم. ما می توانیم بیستیم روی این موضوع و جلوگیری کنیم از اینکه ایران از هم جدا بشه. ایران یوگسلاوی نیست، ایران عراق نیست.
یوگسلاوی چند واحد جداگانه رو به هم وصل کردن، اصلا اسم جدید ساختن. یوگسلاوی یعنی اسلاوهای جنوبی، اسم جدید ساختن. عراق 1921 تازه به وجود آمد. ایران یکی از کهنسالترین کشورهای جهان، قدیمی ترین سنت دیوان سالاری رو داره. آمدن اسکندر و ایلغار مغول و آمدن اعراب نتونست این سرزمین رو از هم بپاچونه. چرا باید امروز با کمک دلار غربی و خرج عربستان این کشور از هم پاچیده بشه؟ نباید و میتواند و در کانون ماندگاریش هم کرد و آذربایجانی قرار داد و این بحثیست که باید بهش دامن زد. و در نتیجه نکته نهایی که اینجا میخوام مطرح کنم اینه که ما میتوانیم یک بحث منطقی پیرامون تنوع در ایران داشته باشیم. میتوانیم در مورد حوزه زبانی به زمینه‌های واقعی ستم در به خصوص در مورد زبان، در مورد فرهنگ، در مورد همه این مسائلی که مطرح کردیم بپردازیم، بیان که بخواهیم وارد این جنجال بشویم که 30 میلیون نفر هستیم یا 10 میلیون. به نظر من چه فرقی میکنه مردم آذربایجان 10 میلیون نفر باشن، ترک زبان در ایران تا 30 میلیون نفر باشن، باید حقوق داشته باشن. وارد این بحث بشیم، میگه 30 میلیون، اون میگه 10 میلیون ترک، اون یکی میگه 5 میلیون بلوچ. من موندم این 2 میلیون باقی مانده فارس چیزی نتونستیم رو اداره کنیم. اینا واقعی نیست. این بحث رو بذاریم کنار، وارد بحث های واقعی تبعیض در جامعه بشیم. حوزه فرهنگیش هم بهش اون وقت خواهیم بود. سه نفر دیگه تو لیست هستن، خانم مونیکا وکیلی بودن با آقا سعید. شما صحبت نمیدید. آقای سعید وقت به شما هم نمیرسه. وقت نده. خواهش بودم. بله خودم که نمیشم به نفری. آقا که دامه بدن ما تشکر هم. شما صحبت دیگه نداریم. آقای امینی میخوام تمام کنیم. والا صحبت خیلی دارم. الان دیگه. سپاسگزاری میکنم از همه دوستان و امیدوارم که فرصت‌های دیگه‌ای رو پیدا کنیم.